سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 3 نوامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه نخستین شرح رسمی پرونده غربتی به از ده تیوی اوبونه شد. 4 تکمه کرته مایور مرادوف را کند. پراکورور برای زرقیبیگ سیدامینی 7.5 سال زندان را طلب کرده است. یک ساکن 66 ساله دوشنبه دختر 11 سالش را زده کشته است. تا 5 سال زندان جزا برای شکار ببر برفی در تاجیکستان سنگین تر شد. گذرگاه جرتیپا در مرز ازبکستان با تاجیکستان یک هفته بسته می شود. سیل و سنگ راه های وعدت رومید و دوشنبه خروغ را برای چند ساعت بست. و اکنون تفصیلات خبرها. دادستانی کل تاجیکستان روز 3 نوامبر سال 2022 با گذشت قریب 6 ماه بار اول پرونده ژورنالیست عوضمت غربتوف معروف به عبدالله غربتی را شرح داده، همچنان پای فشاری کرده است که گویا او با سازمانهای ممنوع همکاری داشته و شام 15 ایون قبل از بازداشتش مرادوف نام یک افسر میلیسه نویه شومنسو را تحقیر کرده، همچنین با همگی 54 کیلو وزنی که دارد به گردن مایور گویا یک مش زده است و پگان کتف چپ و 4 تکمه کرته مایور مرادوف را کنده است. خود عبدالله غربتی و نزدیکان او این اتهامات را رد میکنند. حامیان حقوق نیز مقامات تاجیکستان را به تعقیب ژورنالیستان با اتهام بافته سوخته عیبدار کرده، رهایی تمام ژورنالیستان و بلاگرهای زندان شده از جمله غربتی را طلب دارند. دادستانی می نویسد که شهروند غربتوف عوضمت عمر علیویچ سنه تولدش 1 آگوست سال 1996، ملتش تاجیک، معلوماتش عالی، خبرنگار آسیا پلیوس، اویله دار، صاحب یک فرزند پیش سود نشده است. زاده شهر کولوب ولایت قتلان، موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه، خودش را در شبکه فیسبوک با نام مستعاری عبدالله غربتی پیوست نموده، با طریق تلفن موبایلش تمغه Redmi Note 9 Pro وارد شبکه میگردیده است. بنا به ادعای دادستانی در دوام سالهای 2021-2022 از جانب غربتوف در فیسبوک چندین مطلب و مقاله ها آشکارا و پرده پوشانه نشر شدند که در آنها پیوسته بدنامسازی سیاست پیش گرفته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان دیده شده، در عمل و کردارهای غربتوف علامت های فعالیت اکستریمیستی جای دارند. دوستانی کل از جمله مثال آورده است که گویا غربتی در یک مقالهش چنین نوشته است: اگر این ملت یک صاحب می داشت، اگر این دولت یک قانون می داشت، اگر این حکومت یک وزیر می داشت، جوانان تاجیک از تریزه پایین فکندن خود را از خدمت به این ملت بالا می دانستند و یا جوانان تاجیک را با حیله و فریب و نیرنگ به خدمت مادر و وطن نمی بردند. حالا هر دشنوم می خواهید به من بگید به بهشت روی زمینتون باور ندارم، به یگان ایده ملی، به یگان وزیر و کبیر و پیشوا باور ندارم. غرور ملی چی که خود ملت بودنمون زیر سوال کلون رفته است. اما دوستان شر ندود است که در این نقطه غربتی از ابلاغ های غیر قانونی چه علامت اکستریمیزم دیده می شود؟ برای اثبات یک اتهام اساسی ضد عبدالله غربتی که همکاری با سازمان های ممنوع اپوزیسیونی بود، دادستانی کلتنو یک مثال آورده است که آن آبونه شدنش به کانال از ده تیوی در یوتیوب می باشد. اینچنین غربتوف با امضای مستعار، یعنی با طریق پرده پوشانه، برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی خود دفاع نمودن، گویا به فعالیت روزنامه‌نگاری مشغول است و درد جامعه می خورد، خودش رو به کانال از ده تیوی سنه 13 نوامبر سال 2019 در شبکه اجتماعی اینترنتی یوتیوب اعضو نموده که کانال ذکر گردیده علاقمند به یک اتحادیه دارای خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته پیمان ملی حزب نهضت اسلامی منصوب می باشد، نوارهای پهنموده آن را پیگیری نموده برای رنگین سازی برنامه های خود استفاده می نموده است. از ده تیوی یک شبکه خبری است که در ورشو تأسیس یافته به زبانهای تاجیکی و روسی برنامه پخش میکند و در یوتیوب بیش از 100 هزار آبونه‌چی دارد. فعالیت این شبکه در تاجیکستان تا حال رسما ممنوع نشده است و دوستانی هم شر نداده است که چرا آبونه شدن به کانال در تاجیکستان قانونا ممنوع شده را همچون جنایت و همکاری با سازمانهای ممنوع تعبیر کرده است. دوستانی همین طور اتهام با 54 کیلو وزنش گویا یک افسر ملیت را لتکوب کردن عبدالله غربتی را نیز شرح داده است. خود غربتی این اتهامات را رد میکند، ولی بنا به فرضیه دادستانی غربتوف سنه 15 یونی سال 2022 با پرونده جنایتی نسبت به بوبیف دلیر امومالیویچ به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نوای شومنصور شهر دوشنبه برای پرسش همچون شاهد دعوت شده است. تخمینا ساعت 19:30 هنگام برآمدن از بنای
شعبه وزارت کارهای داخله در داخل نقطه گذرگاه نظارتی قسم نوبتداری هنگام وارد شدن مایور میلیسیا مرادوف دانسته که نام برده در وقت اجرای وظیفه خدمتی می باشد سخنهای قبه زده دشنام داده از ایس بدبینی نسبت به مرادوف در حضور شهروندان تحقیر کرده است. غربتوف کردارهای جنایتکارانه خود را دوام داده به سخنهای قبه زدهش دشنام دادنش و تحقیر کردنش نسبت مایور میلیسیا مرادوف قناعت نکرده دیده و دانسته که نام برده در وقت اجرای وظیفه خدمتی می باشد در داخل نقطه گذرگاه نظارتی با استفاده زوروری پگان کتف چپ و چهار عدد تکمه کرته نظامی مرادوف را کنده در حضور شهروندان یک مشت به گردنش زده است. عبدالله غربتی بعد آن ماجرا با مایور مرادوف همان شب 15 ایون دستگیر شد و 4 اکتبر سال 2022 دادگاه نویه شومنصور در یک مرافعه پشت درای بسته که در درون بنای سزا بدون اشتراک اهل جامعه و ژورنالیستان دایر شد، این ژورنالیست تاجک را به 7 سال و 6 ماه زندان نظامش پر زور محکوم کرد. سازمانهای حامی حقوق پرونده غربتی را بافته ساخته و مقصد از تعقیب و زندانی کردن او را کوشش ترسانیدن و بستر دهان ژورنالیستان تاجک می‌نامند و طلب دارند که مقامات تاجکستان او و دیگر ژورنالیستان زندانی را بلافاصله آزاد کند. عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای ژورنالیست تاجک زفقی‌بگ سیدامینی همچون جزا 7.5 سال زندان را طلب کرده است. زفقی‌بگ سیدامینی روز 8 یولی سال 2022 از جانب کارمندان اوباب شهر وحدت دستگیر شده به همکاری با سازمانهای ممنوع عیبدار می شود. دادرس وکیل مدافع و دیگر طرفهای دخل در مرافعه پرونده این ژورنالیست مستقل در باره جریان مرافعه یگان جزئیات نمیگن، ولی یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 3 نوامبر سال 2022 بدون بردن نام به رادیو آزادی گفته است طلب دادستان روز 3 نوامبر هنگام مرافعه در بازداشتگاه دوشنبه صدا داد. به نقل او روزنامه‌نگار همه اتهامات به ضدش اعلام شده را رد کرده است. برعکس از برنامه‌هایش در تلویزیون دولتی یاد آورد که حتی از جهادیان در سوریه تهدید گرفته بود. هر دو طرف سخن آخرین خود را گفتند. دادرس به خانه مشورتی رفت. گفته است امصوبت آزادی او افزود است که در این روز مادر و برادر و همسر زفقی‌بگ سیدامینی به محاکمه رو یافتند. در دو مرافعه گذشته آنها پس در مانده بودند. محاکمه پرونده زفقی‌بگ سیدامینی 11 اکتبر آغاز یافته بود. این مرافعه در بنای سزا میگذرد و به آن نمایندگان جامعه شهروندی و خبرنگاران راه داده نشدند. حتی خیش و تبار نزدیک ژورنالیست بازداشت شده نیز تنها در مرافعه سیوم اجازت حضور پیدا کردند. با گذشت قریب 4 ماه از بازداشت فرزندش مادر زفقی‌بگ سیدامینی تنها روز 29 اکتبر توانست بالاخره به دیدار فرزندش برسد و نیم ساعت با او صحبت کند. به این ملاقات همسر ژورنالیست رو نیز راه دادند. حبیسه یتیموا مادر روزنامه‌نگار بازداشت شده در صحبت با ازپلیوس گفت حدود نیم ساعت با پسرش صحبت داشت و زفقی‌بگ سیدامینی بیشتر از کودکانش پرسید. زفقی‌بگ سیدامینی 38 سال داشته، قبلا در تلویزیون تاجیکستان کار میکرد. سالهای اخیر او به تجارت و معرکه های خیریه از جمله جمع‌آوری کمک برای کودکان یتیم مشغول بود و چند ماه اخیر قبل از بازداشتش در دوشنبه در ساختمان کار میکرد. زفقی‌بگ سیدامینی هم زمان در اینترنت در مسائل داغ جامعه اظهار نظر میکرد و اخیرا کانال خودش رو هم گشوده بود. باور می رود که او و ژورنالیست دیگر مستقل عبدالستار پیر محمدزاده و سبب پشتیبانی گرمشان حسمکسبان ماه ایون دستگیر شدهشان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی به حبس گرفته شدند. سازمانهای بین المللی حامی آزادی مطبوعات از جمله کمیته دفاع از ژورنالیستان نیز پرونده های این چهار ژورنالیست تاجک را بافته و به احساس نامید و از مقامات تاجکستان خواستند که همه ژورنالیستان زندانی را آزاد و تعقیب و ترساندن ژورنالیستان را بس کنند. دوشنبه به این دعوت‌ها تا حال یگان پاسخ نداده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور خبر می‌دهد که روزهای 4 و 5 نوامبر سال 2022 در قلمرو نویه‌های تابع جمهوری در نواحی کویو و نزد کویو ولایت ختلان و نویه‌های در حوض ولایت مختار کوهستان بدخشان باران‌های شدید در نظر داشته شده است. این بارانها در بعضی حالتها به برفی تر تبدیل می شوند. روزهای 3 و 5 نوامبر بارانهای شدید می توانند سبب آمدن سیلها، ریزش سنگ در نویه های کویو و
نزد کوی ولایت ختلان سوق نویه و توبه جمهوری همچنین قلمرو نویه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان شوند. همچنین در این روزها احتمال بلند شدن سطح آب رودخانه های یخسو، قزلسو و دریاهایی که در قسمت جنوب قطارکوههای ایسار جاری می شوند گردد. در این رابطه کمیته اولادهای فوق‌العاده به ساکنان و میمونان کشور مراجعه می کند که در این روزها سفرهای خود را با راههای کوهی معدود کنند. رفتن به صحراها و دامنکوه برای چرواچرانی، غنچین ایزوم، انجام کارهای کشاورزی، شکار، ماهی داری مصلحت نیست. کمیته همچنین از رانندگان خواهش میکند که هنگام حرکت در راههای کوهی هم قاعده های بی خطری را رعایت نمایند. کمیته همچنین از اهالی خواهش میکند که برای پیشگیری از ورود سیل به حوالی و کشزارها سر وقت سیل راه ها و جویبارها را از هر گونه خس و خسپاره ها تازه کنند. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان یک مرد سالخورده دختر نابالغش را به دزدی پول دارواریش عیبدار کرده کودک عاجز را با یک بیرمی مخصوص تا مردنش لتکوب کرده است. وزارت کارهای داخله این جنایت را ننگاورترین جنایت نامیده و گفت متاسفانه جهل و رذالت بعضن در وجود برخی انسانها تا اندازه ریشه میدواند که حتی قصد جان عزیزان خود میکنند و دشت خود را به خود آغشته میسازند. سراج الدین شکوری کارمند مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی پایتخت در یک گزارش مفصل که شام 2 نوامبر سال 2022 در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخله نشر شد برخی تفصیلات این جنایت را بازگویی کرد. بنا به این گزارش نشر شده شهروند سعیدوف گورز شریپوویچ ساکن 66 ساله کوچه خیرآباد نویه شومنصور شهر دوشنبه روز 28 اکتبر سال 2022 دختر 11 سالهش مدینه سعیدوف را در دزدیدن پولهایی که برای خریدن دارواری جمع کرده بود گناهگار کرده او را شدیدا لتکوب کرده است. گوره سعیدوف در گزارش میگوید دیگر در یادش نیست که آن روز به بدن دخترش با چوب و کلتک و مشت و لغت چند ضربه زد. تا کنون معلوم نیست که آیا پولهای گم شده گوره سعیدوف را دختر با بیرمی مخصوص کشته شدهش گرفته بود یا آن پولها را در جای دیگر گم کرده است. خود گوره سعیدوف اصرار میورزد که گویا مدینه بعد لتکوبش اقرار کرده است که پولها را او گرفته است، ولی اینکه او این کار را در حقیقت کرده بود یا در نتیجه شکنجه مجبور شد که گناه نوکرده را به گردن بگیرد این دیگر یک سوال بی جواب باقی میماند. سر این کار را مدینه خرم‌مرگ با خود به گور برد. سراج الدین شکوری در گزارشش میگوید این حادثه نه فقط جان یک کودک از صد گل یک گلش هم نشکفته رو گرفت، بلکه این اویله رو دو طرفه غرق موتم و غم کرد. از یک طرف مدینه خرم‌مرگ که متاسفانه قربان جهالت پدرش شد، از طرف دیگر خود این پدر جاهل که در این سن پیری با جرم قتل فرزند خودش به کرسی عیبداری می نشیند و تا پایان عمرش بار وزنین قتل فرزندش رو به دوش خود خواهد کشید. جانان برادزاده مفتش دوستانی شهر دوشنبه گفت دوستانی پایتخت در رابطه با این کشتار بر اساس قسم 2 ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی گشوده است. به گوره سعیدوف بر اساس این بند قانون همچون جزا از 15 تا 25 سال زندان و یا حبس عمرباد تهدید میکند. طبق علاوه نو وارد شده به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 232 برای شکار یا قصدن نابود کردن ببر برفی با جریمه به اندازه از 80 تا 1200 نشاندهنده برای حساب ها یا کارهای اصلاحی به مولت تا 2 سال و یا محروم ساختن از آزادی به مولت تا 3 سال جزا داده می شود. همین کردار اگر از جانب شخص با استفاده از مقام خدمتی از طرف گروه شخصان با مسئلیت پیشکی یا از جانب گروه متشکل صادر گردیده باشد در حدود ممنونگاه، پرورشگاه یا در منطقه آفت اکولوژی یا منطقه وضعیت فوق‌العاده اکولوژی صادر شده باشد با جریمه به اندازه از 1500 تا 2000 نشاندهنده برای صبح یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 5 سال را در بر میگیرد. در این خصوص ضمن بررسی مسئله آید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن اضافه ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در جلسه اجلاسیه 4 مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم که 12 اکتبر سال روان تحت ریاست معاون یکم رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد علی وطنزاده دایر گردید اطلاع داده شد. در اجلاسیه مذکور معاون پرکرور ژنرال جمهوری تاجیکستان
دلشاد تاجبکزاده گفت که طبق دستور مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجیکستان حسابدان دکمبر سال 2021 درباره پرزور کردن جوابگری جنایتی برای شکار غیر قانونی و معاملات غیر قانونی ببر برفی از جانب پراکراتور جنرالی لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن ایلوه ها به کادر جنایتی جمهوری تاجیکستان تهیه و به حکومت جمهوری تاجیکستان منظور گردید. دلشاد تلبکزاده ابراز داشت که مسئله پیشگیری شکار غیر قانونی حیوانات نادر از جمله ببر برفی همه جانبه مورد تحلیل قرار گرفته معلوم کرده شد که در قانونگذاری جنایتی وابسته به این مسئله هرچند جوابگری جنایتی پیشبینی گردیده باشد هم جزای پیشبینی شده برای پیشگیری آن و به جوابگری سزاوار کشیدن گناهکاران مساعدت نمی کند. تأکید گردید که شکار این حیوان نادر در تاجیکستان هنوز 50 سال پیش منع شده است. پوست این جانور پرقیمت بوده شکار ببر برفی مز به همین وابستگی دارد. از دید متخصصان مقامات حفظ طبیعت جمهوری از روی نتیجه های اصابات دو ساله در عین حال در حدود پامیر شرقی 37 جفت ببر برفی زندگی میکنند. لایحه قرار مجلس نمایندگان آید به قبول کردن قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن ایلوه ها به کادر جنایتی جمهوری تاجیکستان به آواز مانده شده قرار تصدیق گردید. گذرگاه سرحدی جرتپه ازبکستان که در روبروی گذرگاه سرزم تاجیکستان در مرز نویای ارگوت نویای سمرقند با جماعت سرزم پنجکین جایگیر شده است، از 5 تا 12 نویبر سال 2022 موقتا بسته می شود. ساکنان تاجیکستان که برای سفر به شهر تاریخی سمرقند اساسا از همین گذرگاه سرزم و جرتپه استفاده می بردند، بوچخانه ولایت سمرقند خبر داد که به خاطر مهیا ساختن شرایط خوبتر و آبادانی بناهای گذرگاه جرتپه ترمیم اساسی خواهند شد و به همین دلیل از 5 تا 12 نویبر روهای شهروندان و واسطه های نقلیات توسط این گذرگاه معدود کرده می شود. در نیمه اول ماه سپتامبر سال جاری نیز گذرگاه جرتپه برای 11 روز از 5 تا 16 سپتامبر بسته شده بود، ولی آن دفعه به دلیل نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که امسال در سمرقند برگزار شد، محدودیت های جاری شده در گذرگاه جرتپه چند مورد استثنایی داشته در حالت های زیرین تطبیق نمی گردند. به کارمندان تشکیلات های دیپلماتی و بین المللی، به شخصانی که به هیئت رسمی داخل می شوند، به کارمندان تشکیلات های خارجی که در دایره لایحه های سرمایه گذاری در جمهوری ازبکستان فعالیت می کنند، به رانندگانی که به حمل و نقل بین المللی بار مشغولند، به شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند که در ازبکستان دائمی زندگی می کنند، به شهروندان ازبکستان که در تاجیکستان دائمی زندگی می کنند، به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان که به وطنشان برمی گردند، به شهروندان کشورهای سیم که به تاجیکستان می روند. روهای آزاد شهروندان بین ازبکستان و تاجیکستان تنها بعد درگذشت پرزیدنت قبلی ازبکستان اسلام کریموف و به قدرت رسیدن شفقت میرزیویف که اجدادانش از دهه یکتون نویای دوشتیج تاجیکستانند امکان پذیر شد. تا سال 2018 بین دو کشور رژیم ویزا عمل میکرد و اکثر گذرگاه های مرزی بسته بودند. بنابرای اطلاعی قسم نبداری کمیته اولاد های ففخولده تاجیکستان تا شبانه روز گذشته 2 نویبر سال 2022 در قلمرو جمهوری چندین حالت سیل و سنگریزی رخ داده باعث موقتا مزدود شدن چندین راه ماشینگر شده است. از جمله ساعت 11:00 دقیقه به سبب بارشات بیست سطح آب سوی دهه نظیرآباد جماعت سیمگنج در کنار شهر وعدت بالا رفته سنگلوی زیاد را بروی روی وعدت رومیت فرو ریخت و حرکت نقلیات را توسط این را مشکل ساخت. کارمندان وزارت نقلیات با استفاده از تکنیک مخصوص راه ها را توزه و حرکت نقلیات را برقرار کردند. ساعت 14:30 دقیقه به سبب بارشات زیاد در کیلومتر 447 شروع دوشنبه خوروخ در نزد دهه خیخه که جماعت یزگلوم نویه ونج سیل آمده این شهرها را برای حرکت ماشین های کلان وزن بست. برای رفع عاقبت های آفت طبیعی تکنیک مخصوص از نویه ونج جلب گردیده علاقه ساعت 18:45 دقیقه حرکت نقلیات را پورا برقرار کردند. ساعت 14:35 دقیقه بارون های سخت سبب سنگریزی در کیلومتر 572 شهرهای دوشنبه خوروخ در حدود دهه
بنی جماعتی به نام شیرینجان و فنوی شغنون شد. در نتیجه این قسمت شورا مسدود شد. روسوزان با جلب یک تکنیکی مخصوص رو رو توزه کردند و علاقه ساعت 15 و 53 دقیقه حرکت نقلیات در این قسمت رو برقرار کرده شد. بر اثر این افت طبیعی خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. همچنین ساعت 16 و 10 دقیقه در حدود جماعت به نام دوست مراد علی فنویه فیض آباد سطح آب سوی سرخدره در نتیجه بارش و تجارت بالا رفته و سیل راههای به سوی دهه های کنگلی، کنج آباد و چقورک را پوره مسدود کرد. برای رفع عاقبت های این افت طبیعی تکنیکای مخصوص اداره روسوزی و همچنین اهالی محلی سفر بر کرده شدند. کمیته اولتوی فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که صبح 2 نوامبر سال 2022 ساعت 08:10 دقیقه جسد نورس عبدالسلام از دهه مندونه جماعت یوری را که روز قبل هنگام غنچین ایزوم از کوه به دریای زرافشان افتاده بود در حدود جماعت یوری پیدا کرده به مقامات حفظ حقوق سپردند. کمیته اولتوی فوق‌العاده قبلا خبر داده بود که شام 1 نوامبر سال 2022 تقریبا ساعت 18:40 دقیقه یک ساکن عبدالسلام دهه مندونه جماعت یوری در کنار شهر پنجکند انگام جمع‌آوری هیزم به سبب رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری پویش لغزیده به دریای زرافشان افتاده است. نجات بخشان شعبه اولتوی فوق‌العاده وادی زرافشان شام 1 نوامبر به عملیات جستجویی سر کردند ولی با رسیدن تاریکی جستجو قطع کرده شد. جستجوی نورس غرق شده صبح 2 نوامبر از سر گرفته شد و بالاخره صبح 2 نوامبر جسد را پیدا کردند و به مقامات سپردند. کمیته اولتوی فوق‌العاده بار دیگر به ساکنان مناطق کوهستان و دامنکوی مراجعه کرده از آنها خواسته است که هنگام چرانیدن چوروا، هیزم کشی و شکار هوشیار باشند و به قدر امکان تا پایان هفته روان از این کارها خودداری کنند. کمیته به خصوص به این کارها جلب کردن نوبالغان را خطرناک نامیده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 2 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 15:00 دقیقه راننده افتماشین تمغای اوپل استرا نبیف دلیر سال تولدش 2000 ساکن نویای باباجان غفوروف هنگام حرکت در روی موشنگرد خوجند خونه بودم در حدود جماعت دهات خستیورز نویای مذکور به خطری حرکت را رو تامین کردن نتوانسته به افتماشین تمغای خوندای پورتر تحت اداره راننده جمعه جهانگیر سال تولدش 1999 ساکن امین نویب برخورده است. در نتیجه مسافر افتماشین تمغای اوپل استرا سید مرودوف بیک مرود سال تولدش 1947 ساکن شهر کونی بودم جراحات های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به لوکات رسیده است. راننده افتماشین تمغای خوندای پورتر جمایف جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راه های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب میشوند. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سامونی با عریضه مرد 38 ساله ساکن شهر خوجند مراجعه نموده است که در دوام ماه اپریل سال 2021 مرد 57 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده خودش را استاد سنگچسبانی بیرون بناها شناس کرده شرطنامه شفای بسته برای چسبانیدن سنگهای قسمت بیرون بنا یک عدد افتماشین تمغه کیا اپتیموس سال برآورشش 2011 که ارزشش 165000 سومونی را تشکیل میدهد گرفته بر عوضش یگان عمل معینه را به انجام نرسانیده است. نسبت این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه سینو با عریضه مرد 31 ساله ساکن پایتخت مراجعه نموده است که 2 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 20:00 دقیقه جوان 26 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی پنهانی از داخل افتماشین مسافرکشانی تاکسی یک عدد تلفن مبیلی تمغه آیفون را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 11000 سومونی را تشکیل میدهد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سومونی با عریضه مرد 35 ساله ساکن پایتخت مراجعه نموده است که 31 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 21:30 دقیقه شخص نامعلوم با روی پنهانی از داخل بغاج افتماشین شخصیش $700 آمریکایی و 8000 روبل روسی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است.
ضمن گذروندن چهارمین نوع اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.